خیلی خانواده نه دیگه یه جوری تصمیماتون خیلی چیزه، یعنی پسرتون رو دوست ندارم ولی چی؟ من گفتم متوجه تفاوت برخورد و محیط میشم ولی آیا واقعا در یه مدرسه اینترنشنال همچنان این محیط اینقدر سخت و مشکله برای پسرتون؟ آقای دکتر اینو بگم، اینو به صورت موقت ثبت نام کرده بودم، یعنی من چاره این دیگه نداشتم، یعنی سال بعد باید اینو میذاشتم تطبیقی بعد یا مرزای معمولی، که اصلا از نظر فارسی اصلا خوب نبود. خب هم پیش خودم هم پیش خودم و شما هم صحبت میکردیم، خب میدونم خیلی بهش فکر. آخه عزیزم قربونتون برم، ببینید یه جوری حرف میزنید، یه بچه 11-13 ساله مشکل زبان داره، کمکش میکنه، مردم دارن زبان دیگه یاد میگیرن. بچه که 6 سال اولش ایران بوده، بچه ای که تو خانواده ایرانی هست، بچه ای که رفت آمد داشته، زبانش مسئله بیشتر خواندن و جنبه علمیشه. این یه چیز عجیب و غریبی نیست که با دوتا معلم نتونه برسه. برای شما ایرانی هستید، این هم که وسط ایرانی و کانادا، ایران و کانادا هم که گیر کردید، ای بسا آخر کارم اصلا برگردید ایران، خب بچه باید فارسیش خوب باشه. یعنی ببینید شما به نظر من خود شما تمایلی به دلایل فراوان در موندن ایران ندارید و بنابراین بچه ها هم هوایی کردید و اونا هم هر چیزی که سخت و مشکل بوده رو بهانه کردن برای چیزی که دوست داشتن که اونا رو انجام بدن، ولی این کار با توجه به ترکیب خانوادتون درست نیست، یعنی هم از نظر اقتصادی هم از نظر خانوادگی به همتون میرسه، یعنی اینا اون مسائله. شما الان خودتون رو درست مثل کسی قرار دادید که بهتون میگن مثلا 10,000 دلار پول میده یا 3 روز باید برید زندان، انتخاباتون فقط شده بین بد و بدتر و این چیزیست که شما برای خودتون و همسرتون بگذار حساب شده عمل نکردید. علتی که رو میگم نه به خاطر برگشته به گذشته، به خاطر اینکه الان هم حساب شده حرفی میزنید. من همه اشکالاتی که شما میفرمایید و مسائل و درد و رنجا رو میفهمم، تا اینکه متوجهش نیستم، ولی میخوام یه کاری بشه که در بلند مدت تو 10 سال آینده این درد و رنج کمترینش باشه. و به همینجاست که فکر میکنم ماجرای شما ایران، حالا به من میگید شما چرا ایران رو دوست ندارید، ولی لطفاً با ابهام با من صحبت نکنید، چه چیزی رو در ایران شما دوست ندارید؟ نه آقای دکتر، من اصلا الان گفتم اون موقعی که صحبت دوست داشتم بود اصلا برام فرق نمیکنه، چون من تو ایران هیچ شغلی ندارم، ولی خب اینجا خب من کار میکنم، خیلی هم برام سختی تره تو ایران، خب چون شوهرم سر کار میره خیلی از نظر فرزندان اقتصادی هم خیلی خوب، من هیچ مشکلی ندارم. من ازتون خواهش کردم منو با ابهام روبرو نکنید. من میگم شما ایران، پس به من بگید ایران برای شما بهتره، پس چرا ترجیح میدید؟ فرقی نداره، در کل بگم آقای دکتر هیچ فرقی نداره. عزیز من آخه قربونتون برم، من بگم ایران این هستون داره، این هستون داره، این هستون، این هستون داره، بعد بگم با کانادا فرقی نداره. مشکل شما این، شما چند تا خواهر برادر دارید؟ ما 5 تا. شما حاضر به قبول واقعیت و مسئولیت نیستید. کی میخواست بیاد کانادا؟ راست بگید، کی دلش خواست بره کانادا 7 سال قبل؟ شوهرم. چرا؟ بیشتر به فکر این بود که آینده برای بچه هم بود، بیشتر بزرگ شدم. این آینده رو باید درست برنامه ریزی میکرد. شما فاصله سنیتون با هم چقدر با همسرتون؟ حدود 5 سال. ایشون چی خوندن، چه میکنن؟ ایشون چیز خاصی نخوندن ولی دیگه هستن. نه واقع بینانه و مسئولانه هر رو عمل نکرد. اگر پرسشتون از من اینه که فعلا کجا زندگی کنید، فرزندتون باید با سختی زبان فارسی، تو مسئله دیگه ای نداره، با سختی زبان فارسی و یه مدرسه ببری که چیه مقدار احتمال. الان آقای شما کانادا هستید؟ نمیدونم، نمیدونم، متوجه هستم، تو معلومه میدونم از کانادا هستید، میگم
شما با کمکش بگوین فارسیش رو درست کنه برگردید ایران، ویلا همه چی به هم میریزه. برای که ببینید عزیز، حالا بذارید سوالی از تو کنم، لطفا باز دقت کنید. الان شما بمونید در کانادا، خب پسرتون مسئله و مشکل، چه مسئله و مشکلی داری در کانادا؟ مشکل بزرگی که دارم اینه که خیلی به حرف من نیست، نمیخوام مثلا به عنوان دستور یا چیزی بگم، خیلی به حرفم گوش نمیکنه. حال نه من کارم این نیست. خب چه کار بدی میکنه؟ گوش نمیکنه که نمیکنه؟ کار بدی نمیکنه آقای دوست، دستشو میخونه، مشکل خاصی نداره. پس گوش نمیکنه که نمیکنه؟ من اگر به حرف شما گوش نکنم هیچ کار بدی نمیکنم، چه اشکال داره؟ خب نکن. نه شما آدم دقیقی نیستید قربونه. شما آخه شما اصلا با مسئله مشکل دارم با پسرم شروع کرد، حالا هیچ مشکلی باش نداره. میتونم آقای دکتر بیان کنم؟ نمیدونم چه چیزی بگم. نه من میدونم شما نمیخواید بیان کنی، شما یاد گرفتید همه چیز رو توی حاله بپیچ. من باید همه حرفای شما میذارید تو بشکافم برم پایین ببینم توش چیه. میفهمم دیگه، دوستان در ایران همه پنهانکارن، همه یه چیزی. آقای دکتر موضوع پنهانکار. به من بگید مشکلتون با پسرتون چیه؟ چون من مثلا میگم فوش میده، داد میزنه، درس میخونه، تلویزیون تماشا میکنه، چاق شده، پرزش نمیکنه، حرف بد میزنه، نمیخوابه، حموم نمیره. تو من دخلی من فقط یه دقیقه وقت بدید 20 شو. یکی از مشکلات اینه که مثلا باید بهش یادآوری کنم که حموم رفتنش رو. یکی از مشکلات اینه که مثلا دیروز خیلی درگیر ورزش و بازی و اینا بود، خیلی خسته بود، اصلا دلش نمیخواست بگیره بخوابه، میخواست بشینه تا آخر وقت پای تلویزیون. نه اینا با هم نمیخواد. نه شاید فرزندتون مسئله داره عزیز، من نمیدونم، شاید مشکل داره، چون یه ذره پراکندگی ذهن شما رو میبینم. شما خودتون کمبود توجه و تمرکز داری، ADD داری، شاید هم تون این زمینه ارثی داره. سه یه ذره اوضاع رو عرض بکنید. اگر شما از عهده اداره فرزندتون برمیایید، اگر پسرتون قول میده و در عمل میکنه پسر خوبی میشه، اگر همسرتون با موندن شما موافقه بمونید، ولی من همچنان مخالفم، چون که من میدونم کار دارید. اون موافقه آقای دکتر، منطقه این جدایی که مثلا الان من با ایشون پیدا شده، خب بالاخره اونم برای یه سری مشکلات پیدا شده تو ایران تنهایی. خب معلوم اصلا درست نیست، خانواده تشکیل میشه برای که با هم باشن، مردم عقد میبندن که به هم نزدیک بشن، عقد نمیبندن از هم دور بشن. خب به همجور است که من فکر میکنم پسرتون، ببینید فرض بر اینه دخترتون که اونجاست زندگیش هم تقریبا اصلا اهمیت نمیده، پسرتون هم مشکلش زبانه و ضمناً احتمالاً نوعی از روابط و انتظارات که در محیط آموزشی و اطراف که اون باش مسئله داره چیز مشکلی نیست، ولی اگر همسرتون نمیتونن بیان و کنار شما باشن، ماندن شما برای این مدت طولانی مشکلات بیشتری پیدا میکنه. شما هم که آدم در این حال هم تنهایی هستید، هم وابسته هستید، هم خسته هستید، میترسم افسردگی بگیرید بیافتید. به هر حال میدونید اینا انتخاباتی نبوده که ما به درستی انجام بدیم و بتونیم به راحتی هم ادامهش بدیم. اینه که من فکر میکنم با هم باز مشورت کنید، بذارید صحبت های منم همسرتون بشنوید، از ایشون بخواید، چون البته هنوز اندیشه به ایران نمیره، ولی امید است که چنین بشه. الان خودتون می‌خواستم باهاتون مشورت کنم. برحال شما اولا بذارید صحبت های منو بشنوید، این دفعه که پخش میشه، امشب که پخش میشه دیگه روی اینترنت شاید بتونن بگیرن. چه سایتی باید باشه؟ همون اندیشه تیوی هست دیگه، احتمالا میتونید به همینجا تلفن کنید ازشون بعدم بپرسید، فکر کنم اندیشه تیوی میتونید بگیرید. پس شما آقای بیشتر نظرتون اینه که برگردم من ایران؟ من بیشتر فقط همیشه نظرم این است که خانواده نباید جز در موارد اضطراری و اجباری از هم جدا بشه، اون مسئله من. برای که متأسفانه تو امریکا هزاران خانواده از هم پاشیده رو به خاطر این اشتباه دیدم که دلیلی جز این نبوده، یعنی دلیل اصلی این بود.
ولی خب کارا حساب شده نبوده. داری امیدوارم این دفعه بذاره حساب شده باشه. بذارید عرایض من رو بشکنم همسرتون و بعدم ببینید چه میکنید. برای خوشحال شدم با تون صحبت. خیلی ممنون آقای دیگه. ممنون. 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 ممنون.